عزیز هستم. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. جناب صدیق در جلسه گذشته بیان فرمودند که به مناسبت 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در ژانویه سال 2020، سازمان ملل مردم جهان رو دعوت کرد که در مورد سه موضوع بسیار مهم برای همه نوع بشر یه سری گفتمان‌های جهانی رو ایجاد کنند. این سه موضوع مهم، یکی اولویت‌های اونها بود برای آینده، یکی موانع دستیابی به این اهداف و اولویت‌ها بود، و سوم نقش همکاری جهانی بود در فائق اومدن بر این موانع. خب در این راستا جلسات مختلف و گفتگوهای بسیاری در سرتاسر جهان انجام شد. موضوع صحبت ما در این جلسات تمرکز بر سه جلسه از همین جنس گفتگوهاست، سه جلسه گفتگوی غیر رسمی به صورت آنلاین در مورد سندی به نام Elements Paper که توسط سه گروه جامعه بین المللی بهایی و UN 2020 و Together First در روزهای 23 اپریل، 3 اپریل و 7 ماه می سال 2020 انجام شد. خب خلاصه مذاکرات و مباحثات دو جلسه اول رو جناب حسامی و صدیق زحمت کشیدن و ارائه فرمودن. امروز تمرکز بر روی گفتگوهای روز 7 ماه می هست. به اصل مذاکرات که دسترسی نداریم، خلاصه گفتگوها به رشته تحریر در اومده که در مورد اونها بنده اشاراتی خواهم کرد و بعدش انشاءالله با شما عزیزان تبادل نظر میکنیم و عمیق‌تر بحث میکنیم. خب اگر به اسلاید اول بریم ممنون میشم. صحبت‌های روز 7 ماه می با موازی شروع میشه که در مورد اونها اتفاق نظر وجود داره. خب اتفاق نظر وجود داره در مورد فوریت مسائلی که پیش روی بشریت هست. اتفاق نظر هست در مورد پیچیدگی مسائل و اینکه ما نیاز داریم برای مواجهه با این چالش‌ها تمام قوای خودمون رو بسیج کنیم. اینجا درد شده که ما چرا و چرا درک می‌کنیم، اینکه چرا یک سری مسائل نیاز به بررسی فوری دارن یا چرا اینها مشکلاتی تلقی میشن که به همه ما مربوط هستن و از مرزهای فرهنگی و ملی بسیار فراتر هستن، و اینکه این مشکلات چه هستن رو هم تا حدودی سرش توافق داریم. ما با تمام وجودمون لمس میکنیم که دیگه در جهانهای متفاوتی نیستیم و در یک دنیای واحد داریم زندگی میکنیم. دیگه این مرزهای قراردادی نمیتونه از مشکلات این سیستم درهم تنیده و پیچیده جهانی دستگیری بکنه. در همین نظرسنجی‌های امسال که به مناسبت 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل که جناب صدیق هم به اون اشاره کردن هفته پیش، مواردی که مورد توافق جهانی بود عبارت بود از حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق بشر، رفع منازعات، برابری دسترسی به خدمات اولیه و اساسی بهداشتی و رفع تمامی تبعیضات. اما مسئله این هست که چطور قرار اینها عملی بشه و نهادها و سازمانهای محلی و ملی به چه شکل باید برای رسیدن به این اهداف اون طرحهای عملی خودشون رو پیاده کنن. اینجا جایی هست که اجماع عام نداریم متاسفانه. تغییر الگوهای ارزشی و رفتاری خیلی مهم هست و همین مسئله جامعه عمل پوشاندن بر این اهداف مورد توافق، گرفتاری جهان ما اینجاست در حقیقت. خب در قسمت بعدی در مورد مسائلی بحث میشه که بیش از پیش به رسمیت شناخته شدن. مسئله اتحاد نوع بشر ذکر میشه در مقابل با تهدیدات جهانی،
نیاز به همکاری و اتفاق نظر به خصوص در مورد سند BC و اهمیت سلامت و اهمیت بهداشت در جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی. این سند BC که اینجا ذکر شده عنوان اصلیش هست دیگرگون ساختن جهان ما، دستور کار BC برای توسعه پایدار. خب این سند چه هست؟ رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی سپتامبر 2015 گرد هم اومدن و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایدار 20 رو تصویب کردن. این دستور کار جایگزین اهداف توسعه 1000 شد و 17 هدف اصلی رو داره و 169 هدف ویژه که نقشه راه جامعه بین المللی رو در زمینه توسعه پایدار تا سال 2030 ترسیم میکنه. در این جلسه هفته می بر روی اهمیت سلامت و بهداشت تاکید شده بود. خب لازمه بیان کنم که هدف اصلی 3 در این سند تضمین دارا بودن زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه در تمامی سنین هست. این سند رو من دیشب دوباره مطالعهش میکردم و در موردش فکر میکردم. به نظر من که بسیار مدبرانه و اندیشمندانه تدوین شده. مثلا در مورد همین مسئله بهداشت که اینجا ذکر شد، وقتی میریم وارد این سند میشیم، در قسمت دستور کار جدید در این سند میاد یه تصویر کلی و کیفی ارائه میشه و بعد در قسمت اهداف این تصویر کیفی به طور واضح و مشخص و کمی بیان میشه. مثلا در مورد همین مسئله بهداشت نوشته شده که تو اون تصویر کیفی برای ارتقاء سطح بهداشت و رفاه جسمانی و روانی و افزایش طول عمر برای همه باید به یک سطح جهانی از بهداشت و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کیفی برسیم. خب و این ادامه پیدا می‌کنه، این تصویر کلی ترسیم میشه و بعد در قسمت اهداف میاد اینها کاملا واضح و کمی بیان میشه که قرار ما به چه برسیم. مثلا قسمت 3.1 نوشته شده که کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70% به ازای هر 100,000 نفر تا سال 2030. من این سند رو، وقت نیست الان که بهش بپردازیم، این سند رو بعد از جلسه برای همه شما عزیزان ارسال میکنم که انشالله بتونید مطالعه بکنید خودتون. خب مورد سوم این هست که اینجا بیان شده که جریان کووید-19 عمومیت معضلات رو پررنگ میکنه. عمومیت معضلات به این معنی که این مشکلات محدود به مرزهای منطقه‌ای نمیشن، این مشکلات ماهیت جمعی دارن، مثل تغییرات اقلیمی، قاچاق، اطلاعات غیر صحیح، عمیق‌تر شدن نابرابری‌ها، تأثیرات حقوق بشر، سودجویی، حتی سلاح‌های هسته‌ای، همه اینا فراتر از مرزها و در سطح جهانی هستند. ما نمیتونیم الان در برابر تهدیدات سلاح‌های هسته‌ای یا گرمایش زمین دیوار بکشیم. این رابطه پرخشونت ما و تلاش برای سلطه و طبیعت و محیط زیست که بشریت پیشه کرده حقیقتاً باعث آلودگی هوا، افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها، آلودگی آب، از بین رفتن جنگل‌ها و بسیاری مشکلات دیگه شده. همین الانی که من دارم با شما صحبت می‌کنم، آسمان بیرون اتاق من نارنجی رنگه. اگه این پنجره‌ها رو باز کنم، دود و خاکستر کل خونه رو پر میکنه. سان فرانسیسکو و کل منطقه بیریا الان چندین و چند روز هست که با دود و خاکستر احاطه شدن. یعنی از کالیفرنیا و آمریکا بیام بیرون، مثال های دیگه که میتونم مثلا ذکر کنم در مورد کشور بنگلادش، چیزایی که در اخبار میشنویم، پیش بینی میشه که تا سال 2050
50 میلیون انسان از اون تکه خاک آواره میشن و خب پیشبینی‌های دیگه‌ای که میشه تا سال 2100 مثلا در این کشور گفته میشه که 13 فیت آب بالا میاد، اما فقط 3 فیت کافی هست که تمامی نوارای ساحلی این کشور رو نابود کنه. خب این 50 میلیون آواره رو میتونیم ما بگیم که مشکل خودشونه؟ مگه میشه انکار کرد که این مسئله اسکان دادن میلیون‌ها انسان آواره مشکل کل جهان خواهد بود؟ غیر از اسکان دادن این افراد، یه مشکل دیگه ای هم که نمیشه از ذهن حذف کرد این هست که با کم شدن محیط های قابل سکونت روی کره زمین و کم شدن منابع آب شیرین و غذایی، خشونت و درگیری هم افزایش پیدا میکنه، چون همه میخوان که دسترسی داشته باشن به این منابع و خشونت هاست که اتفاق میفته و این چالش هم پیش روی بشریت هست. حالا اینها مثال هایی بود که میشد، مثال های تعداد کمی مثال بود که میشه ذکر کرد. مورد چهارم میگه که مدل های قدیمی قدرت تعیین کننده حق هست و راه حل های نظامی دیگه مناسب نیستن و ارزیابی مجدد باید صورت بگیره. مثلا در کتاب یک جهان اخلاق جهانی شدن پیتر سینگر، در این خصوص پیتر سینگر میاد مثال جنگ آمریکا و عراق رو شرح و بسط میده. سپتامبر سال 2002 رئیس جمهور آمریکا وقتی رفت به سازمان ملل تا موضع خودش رو علیه عراق روشن کنه، در مقابل سازمان ملل ایستاد و بیان کرد که به نظر آمریکا سازمان ملل در مورد مسئله خلع سلاح عراق شکست خورده و خود آمریکا چون قدرت داره برای تحقق اهدافش با کشورهایی که باهاش متحد هستن وارد عمل میشه و کاری به سازمان ملل نداره. در یک سری مقالاتی که در اون سال در خصوص تحلیل این مسئله به رشته تحریر در اومده بود، متفکرین سیاسی بیان کردند که اونچه که اتفاق افتاد سازمان ملل رو در چهره جهانیان به یک سازمان فاقد قدرت و بی ربط و بی تأثیر جلوه داد. خب در کتاب سینگر این مسئله و نتایجی که حاصل شد در ترازوی نقد قرار گرفته و نشون داده شده که دیگه این مدل‌ها پاسخگوی مشکلات جهان نخواهند بود و به چه علت ما باید اینها رو عوض بکنیم. متاسفانه وقت نیست که بهش بپردازم، انشاءالله دوستان میتونن مراجعه کنن به این کتاب و این مسئله رو اونجا مورد مطالعه قرار بدن. مورد بعدی که روز هفتم ماه می بهش اشاره شده، مسئله اراده سیاسی هست و رهبری مبتنی بر ارزش ها که اینجا به عنوان یک چالش ذکر شده و اینکه ما جامعه مدنی رو به عنوان متحد و پشتیبان برای مسئولیت های لازم و پاسخگویی دولت ها نیاز داریم. واقف هستم که وقتمون محدود هست، اما این قسمت رو به نظرم یک مقدار لازم هست که بیشتر در موردش صحبت کنیم. این مسئله که اینجا تاکید شده بود رهبری مبتنی بر ارزش ها بود که به عنوان چالش تلقی شده. من خب به جزئیات صحبت هایی که روز هفتم ماه می انجام شده که دسترسی نداشتم، فقط خلاصه مذاکراتی هست که پیش روی شما عزیزان هم هست و بر مبنای این چند خط باید این تلاش صورت بگیره که منظور این دوستان دریافته بشه. خب رهبری مبتنی بر ارزش ها از حدود نیمه دوم دهه 1990 خیلی بر سر زبان ها افتاد و در محافل علمی و محیط های کاری و حتی در گروه های پژوهشی و تحقیقی سعی شد که بر این اساس و شیوه و رهبری و مدیریت از این به بعد صورت بگیره. خب دلیل این همه صحبت از این رویکرد چی بود در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21؟ دلیلی که یکی از دلایلی که بیان می‌کردن مشکل انگیزه در فعالیت‌ها بود و این مشکل به خاطر عدم ثبات در محیط‌هایی که افراد فعالیت می‌کردن به وجود اومده بود. خب چرا در حقیقت این مشکل به وجود اومده بود؟ به خاطر اینکه تغییرات در این دوره به حدی بود که اهداف به صورت تغییر پیدا میکرد و یه جور عدم قطعیت و آشفتگی بر فعالیت‌های گروه‌های انسانی سایه افکنده بود. خب وقتی نشستن و که بررسی بکنن که این مشکلات رو چطور حل بکنن، به این نتیجه رسیدن که ما باید
مدل رهبری خودمون رو تغییر بدیم به سمت تاکید بر اهداف بزرگتر و کلیتر و ارزش‌ها، به طوری که تمامی افراد گروه احساس تعلق به گروه و سهیم بودن در جهت اهداف کلی و ارزش‌های گروه رو داشته باشن. یه مسئله دیگر رو هم که در صحبت‌ها بیان می‌کردن این بود که وقتی رهبری بر مبنای ارزش‌ها باشه، جنبه‌های مادی و روانی انسان رو هر دو مورد توجه قرار میده. من همیشه وقتی این بحث پیش میاد یاد بازدید کندی از ناسا میفتم، حدود سال 1961 اگه اشتباه نکنم، وقتی کندی داشت قسمت‌های مختلف رو بازدید میکرد، یک فردی رو دید که داشت نظافت میکرد. خب بهش نزدیک شد و خودش رو معرفی کرد. اون فردم خب داشت زمین رو تمیز میکرد در اون لحظه. بعد کندی بعد از معرفی خودش از اون پرسید که چه میکنی؟ بعد اون فرد سرش رو بالا گرفت و گفت Mr. President, I'm helping put a man on the moon. من دارم کمک میکنم که یک انسان رو بر روی کره ماه بگذارم. این جمله این فرد و نگاهش به کاری که داشت انجام میداد و انگیزه‌ای که برای فعالیتش در اون گروه داشت به ما نشون میده که چقدر ارزش‌هایی مثل عدالت، برابری، احترام به کرامت انسانی در رهبری و مدیریت اون پروژه اون فرد لمس می‌کرده که اینطور احساس تعلق و سهیم بودن در بزرگترین هدف اون گروه رو داشته. خب افرادی که در اون پروژه مشارکت داشتن قطعاً فعالیت‌های متفاوتی انجام می‌دادن، ولی این نگاه برابر به کرامت انسانی هست که این فرد با تمام وجودش لمس میکرده و در اعماق جملهش خودش رو به ما نشون میده. اما اینکه اینجا گفته شده این مسئله چالش هست رو فکر میکنم که میشه مختصرا دو نگاه عمده بهش داشت. حالا بعد از صحبتهای بنده انشاءالله بیشتر در موردش گفتگو کنیم. من دوست دارم نظر دوستان رو هم بدونم. یک چالش پیش رو این هست، میشه حد زد که در بین یه سری گروه ها و ملت ها رهبری مبتنی بر ارزش ها هست، انگیزه هم در فعالیت اعضای گروه یا اون کشور وجود داره، اما اون ارزش ها جهانی نیستن، یعنی همه انسان ها رو در بر نمیگیره. ما نمونه این نوع رهبری ها رو در بین گروه های افراطی دینی به وفور میبینیم که اعضای اون گروه ها جانشون رو بر سر ارزش های گروه در نهایت باورمندی میگذارن. هرچی هم رهبری و گروه بگه اطاعت میکنن کاملا، بدون اینکه باورها و ارزش های گروهی که بهش تعلق دارن و وابسته هستن رو نقد بکنن، حتی سرسپرده هستن با تمام وجود. اما مشکل اتفاقا همین سرسپردگی ها به ارزش هایی هست که کل انسان ها رو در بر نمیگیره یا داعیه به کنترل درآوردن کل عالم رو داره به واسطه زور و خشونت. همین سند بیسی که ذکر شده اینجا، خیلی روز هفتم ماه می در موردش بحث میشه، در ایران خودمون چقدر تجمعها و سخنرانی ها علیه شد. حتی رهبری ایران مشخصا این سند رو ذکر کرد و بهش واکنش نشون داد. خب مشکل کجاست؟ مشکل ارزش هایی هست که جامعه اسلامی ایران امروز برای خودش در نظر گرفته و این ارزش ها با ارزش های سند بیسی در تضاد است. یه نگاه دیگه میشه به این مسئله داشت که فقدان رهبری مبتنی بر ارزش های معنوی هست در بسیاری از گروه ها و تشکل ها. این مسئله رو من دیدم که فرزانه جان بسیار در گفتگوهای مختلف با نگاهی روانشناختی بحث میکنه که ما به یک سری ارزش‌های معنوی و وحدت بخش در پروژه‌های توسعه نیاز داریم
و فقط نمیشه با یک سری اهداف مشخص و تعریف شده در حوزه اقتصاد و سیاست و بهداشت و آموزش بدون ارزش‌های زیربنایی معنوی مشکلات رو به شکلی پایدار حلش کرد. خب پس این قسمت بیان میکنه که اراده سیاسی و رهبری مبتنی بر ارزش‌ها چالش ماست و ما جامعه مدنی، یعنی نهادها، انجمنها و تشکل‌های اجتماعی مستقل از دولت و قدرت سیاسی مرکزی که در شکل دادن به قدرت سیاسی اینها نقش تعیین کننده دارن، رو به عنوان متحد و پشتیبان نیاز داریم. من در جلسه گذشته مفصلا در مورد سه نهاد خانواده، آموزش و پرورش و به ویژه نهاد دین که توانایی این رو دارن که در صورت بندی قدرت سیاسی نقش داشته باشند و ارزش ها رو در اذهان و در عواطف و احساسات و در رفتارهای انسانی نهادینه کنن یا حتی ارزش‌های موجود رو تغییر بدن مفصلا صحبت کردم، دیگه این جلسه به اون نمیپردازم، ولی خب این سه نهاد نقش تعیین کننده رو دارم. خب در قسمت بعدی ذکر میشه که مذاکرات بیان شده نشون میده که کووید 19 به عنوان نمونه از موفقیت ها و شکست ها عمل میکنه. در این رویکرد سازمان ملل متحد اتفاق نظر نشون داده. این احتمالاً اشاره داره به اولین قطعنامه سازمان ملل در این خصوص. این قطعنامه وقتی صادر شد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به رقمی بیشتر از 1,000,000 نفر رسید و شمار کسانی که جانشون رو از دست دادن به دست کم 50,000 نفر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنج شنبه 2 آوریل اولین قطعنامه خودش رو در مورد این موضوع صادر کرد. خب این قطعنامه الان پیش روی من هست، تاکیدش بر همکاری بین المللی و چند جانبه گرایی کشورهاست برای مقابله با کرونا، همچنین بر لزوم رعایت کامل حقوق بشر و خودداری از اعمال هر گونه تبعیض، نژاد پرستی و بیگانه هراسی در راه مقابله با این اپیدمی. خب قطعنامه سازمان ملل با وجود مخالفت بعضی از کشورها مثل روسیه در نهایت با رأی موافق 188 کشور از 193 عضو این سازمان به تصویب رسید و موافقان اون خیلی تاکید داشتن به نقش محوری سازمان ملل برای حل بحران‌های جهانی. مورد بعدی تکیه می‌کنه ما مسئولیتی مشترک داریم که این موازی رو پیش ببریم و درباره اونها اقدام بکنیم. چون اینجا صحبت از کووید 19 هست، میل داشتم که یک مثالی رو از موفقیت‌های جهانی در مورد ریشه‌کن کردن بیماری‌ها بیان کنم. مثالی که حکایت از این داره که اگر نسبت به مسئولیت‌هایی که داریم هوشیار باشیم و به صورت جمعی و مشترک اقدام کنیم، کارها میتونیم بکنیم کارستان. مثالی که میخوام بیان کنم در مورد بیماری آبله هست. سال 1967 آبله هنوز 15 میلیون نفر رو مبتلا میکرد و 2,000,000 نفر رو در جهان از پا در می آورد و نابود میکرد. اما در دهه بعد کارزار جهانی واکسیناسیون آبله راه افتاد و چنان این کارزار موفق بود که سازمان بهداشت جهانی سال 1979 اعلام کرد که بشر پیروز شده و آبله کاملا نابود شده. ما در سال 2019 حتی 1 نفر مبتلا به آبله هم نداشتیم. خب خیلی لازمه که روی این موفقیت ها تاکید بکنیم و روی این همبستگی ها و اتحاد جهانی که اگر ما نسبت به این قضیه هوشیار باشیم و نسبت به مسئولیت هامون واقف، میتونیم بسیاری از مشکلات را با کمک همدیگه ریشه کن بکنیم.
و حلش بکنیم و مریضی ها رو ریشه کن بکنیم. خب ممنون میشم اگر به اسلاید بعدی بریم. خب در این اسلاید در مورد شرایط لازم برای تجهیز کردن و بسیج کردن جهت تغییر صحبت میکنیم. مورد اول اشاره میکنه که ما نیاز به رویکرد کارآفرینی و خلاقانه برای حل مسائلمون داریم، اجازه دادن برای ارتکاب اشتباه، روحیه یادگیری رو باید تقویت بکنیم و یک تحول عمیق فرهنگی باید ایجاد کنیم، که همه اینها دارای اثراتی برای تعیین بودجه هست، شاخص ها و بر خلاقیت جسورانه تر در ارتباط با مؤسسات بین المللی تاکید شده. خب تاکید شده بر این که از اشتباه کردن نباید هراس داشته باشیم. در واقع هراس از اشتباه کردن منجر به این میشه که ما از تلاش کردن دست بکشیم و فرصت‌های یادگیری ما از دست خواهند رفت. البته که باید تمام تلاشمون رو بکنیم که با مطالعه دقیق و تفکر و مشورت گزینه‌های مختلف رو هوشمندانه بررسی کنیم که میزان ارتکاب اشتباهات رو کاهش بدیم. اما اگر تلاش کافی داشتیم و با خلوص نیت هم اقدام کردیم و اشتباهی رخ داد یا نتیجه اون چیزی که ما پیش بینی می‌کردیم نشد، می‌بایست با تقویت روحیه یادگیری از اون اشتباهی که رخ داده درس بگیریم برای آینده. اون چه که می‌بایست به نظر بنده نسبت بهش هوشیار باشیم این هست که اشتباهات رو تکرار نکنیم. اینجا در مورد رویکرد خلاقانه صحبت شده بود و خب اهداف سند 20 که من شب گذشته داشتم دوباره این سند رو میخوندم، این 4 هدف اولش و در میون اونها به خصوص هدف اول که پایان دادن به فقر هست در همه اشکال اون، من رو یاد فعالیت‌های این زوج انداخت. چون امروز همش میبایست ما تمرکز کنیم روی how، چطور، چگونه این اهداف رو عملی کنیم. من خیلی دوست دارم مثال‌هایی ذکر کنم از تلاش‌هایی که صورت گرفته، از کارهایی که صورت گرفته که دوستان الهام بگیرن از این فعالیت ها و به دوستان جامعه بزرگتر هم معرفی بکنن. زوجی که میخوام در موردشون صحبت بکنم آپیچید بانرژی هست و همسرش استر دوفلو، اینا هر دو استاد MIT هستن. یه رویکرد تجربی دارن برای کاهش فقر جهانی. این زوج سال 2019 جایزه نوبل اقتصاد رو از آن خودشون کردن و سالیان سال هم در روستاها و شهرهای هند و آفریقا در زمینه فقر و راه‌های مبارزه با اون تحقیقات میدانی وسیعی انجام دادن و نتیجه‌ای که اونها گرفتن این هست که به طور خلاصه برای مبارزه با فقر باید یک درک درست و عمیقی از مسئله فقر داشت. در کتاب خودشون اقتصاد فقیر به خیلی از سوالات در مورد فقر پاسخ میدن. باورشون این هست که یک راه حل کلان برای حل مسئله فقر وجود نداره و کاری که خب اونها کردن این بود که تو هر کشور یا منطقه‌ای که میرفتن در دل فقر و با فقرا زندگی میکردن و تو هر منطقه‌ای با یک درک درست از نگرش فقرا به جهان و کمک گرفتن از این نگرش تصویر فقرا از جهان، با یه سری راه حل‌های بسیار ساده برای مشکلات فقرا راه رو هموار میکردن که اون جامعه از فقر نجات پیدا کنه. و راه حلایی که تو هم منطقه‌ای هم داشتن کاملا متفاوت بود از راه حل منطقه دیگه و خیلی هم با آسون بود و از اون بودجه های کلانی که تعیین شده بود برای اینکه اون منطقه از فقر نجات پیدا کنه فاصله داشت و هزینه های کمتری رو هم میطلبید و همه هم در حقیقت متحقق شد. انشاءالله دوستان وقت بگذارن و کارهای اونا رو مطالعه بکنن. خب مورد بعدی سازگار کردن منابع با ارزش ها هست، کاهش مخارج نظامی و یارانه های سوخت های فسیلی.
افزایش حمایت جهت کار مراقبت از دیگر افراد انسانی، انرژی های تجدید پذیر، آزمایش با رویکردهای جدیدی برای رفاه، مثلا اینجا ذکر شده یک درآمد بنیادی عمومی وضع کنیم برای کل جهان. مورد بعدی که اشاره میشه، دولت‌ها باید خودشون رو در سطحی بالاتر از داورانی بی‌طرف در بین گروه‌های فشار مشاهده کنند. کیفیت دولت‌ها و رهبران رو باید تقویت کرد، به انسجام بیشتر بین مشهودات دولتی و سایر فعالان و عوامل نیاز هست. یک لینکی هست که دوستان انشاءالله بعد از جلسه میتونن روی اون کلیک بکنن و مسائلی که تو این وبسایت مورد بحث قرار گرفته رو مطالعه بکنن. leadershipforsdgs.org هست که هدف این وبسایت این هست که به دولت‌های سراسر جهان کمک بکنه تا اهداف توسعه پایدار SDG خودشون رو بهبود ببخشن. دوست دارم در مورد همه این موارد صحبت کنم ولی متاسفانه فرصت نیست و باید بگذرم. بعد مورد بعدی این هست که اهداف توسعه پایدار سند همین 2030 رو باید محلی و تلفیق کرد تا مناسب عامه ناس، آرا و شاخص‌های محلی باشه. وابستگی‌های تاکید شده بر وابستگی‌های کمتر و مشارکت بیشتر. یک مسئله رو که دوست داشتم در مورد سند 2030 ذکر کنم این هست که در ادبیات سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار اون چیزی که تاکید شده این هست که نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نسل‌های آینده میبایست تامین بشه. به بیان دیگه این منظورشون این هست که توسعه پایدار به این معنی هست که مراقب باشیم امروز همه منابع رو برای توسعه استفاده نکنیم. ما نمیتونیم نسبت به نسل آینده بی تفاوت باشیم. آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن منابع طبیعی و مهمتر از همه تغییرات اقلیمی همه زیر همین عنوان جای میگیرن. من در قسمت آخر اینجا خیلی ذکر میشه مسئله سند 2030 و مسئله اقتصاد و توجه به محیط زیست و این جریان که امروز داریم روی چگونگی چطور انجام دادن فعالیت هامون صحبت میکنیم و اهدافمون صحبت میکنیم. یک مدل اقتصادی رو در مورد صحبت خواهم کرد که همه اینها رو در دل خودش جای داده. برای همین به سرعت از این موارد میگذرم تا برسیم به اون مدل اقتصاد دوناتی. خب مورد بعدی تعهد مجدد هست به دستور کار 2030. ببینیم دوباره تاکید به همین سند 2030 هست، تقویت مشروعیت قانون بین الملل و ایجاد سازمان مللی مناسب مقصود، هماهنگی با طبیعت برای راه حل های پایدار حیاتی و همین توجه به مرزهای سیاره‌ای هست. اسلاید یکی مونده به آخرین مرزها رو بنده نشون دادم. آموزش شهروندان نیاز به درک حقیقت از دروغ برای مقابله با گزارش‌های خصمانه، تقویت انسجام اجتماعی و انعطاف‌پذیری جامعه، لزوم افزایش مشارکت مردم و تاکید بر این مسئله شده که مسائل رو نمیتونیم تنها با کمک دولت ها حلشون بکنیم. بعد پایان دادن به اذیت و آزارها، ترویج حقوق بشر و حل مسائل بجامانده از قبل، مثلا استعمار و تسلیحات هسته‌ای. و تاکید بر این که در خط مشی هامون باید تأثیرات رو بر کسانی مد نظر داشته باشیم که در اماکن یا مواضعی با آسیب پذیری بسیار زیاد قرار دارن. ممنون میشم اگر بریم به اسلاید سوم. خب این اسلاید در مورد پیشنهادهای ملموس و عملی صحبت میکنه. یه مورد اولی که بحث میکنه تقویت مشارکت جامعه مدنی هست از طریق سازوکارهای مناسب از قبیل استفاده از فناوری برای باز کردن درهای سازمان ملل به روی جهان.
خروج از حباب سازمان ملل متحد، آوردن افراد ذی‌نفع بر سر میز، اجرای پارلمان سازمان ملل متحد. خب سازمان ملل در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی رو در اختیار داره که مرزهای ارتباطی رو در این جهان از بین بردن. تأکید بر این مسئله هست که باید از این وسایل بهره برد که سازمان ملل از این حباب خودش خارج بشه و این ارزش‌های جهانی رو به خونه تمامی مردم ببره. و مسئله دیگه‌ای که روش تاکید شده این هست که رهبران عالم و افراد ذی‌نفع میبایست در یک اقدام جمعی و یک پارچه روی اولویت مسائلی که باید بررسی بشه، اصولی که باید به کار برده بشه و راهبردها توافق کنن و بعد یک مجلس قانونگذاری جهانی رو ما نیاز داریم که میبایست قوانینی رو که برای روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها لازم هست تنظیم کنن، وضع کنن و همینطور قوانینی که به چالش‌ها و نیازهای جهانی امروز مربوط هستن. مورد بعدی تأمل بر اعلامیه و نقشه مردم برای اقدام جهانی هست. در اعلامیه سیاسی UN75 مسئله بعدی شکل‌های جدید ارزیابی هست، به هم پیوستگی، وحدت، کاهش مطالبه پول برای برخورداری از منافع و مناصب، ترویج نوآوری خط مش، فراتر رفتن از تولید ناخالص داخلی GDP. این رو در همون مدل اقتصاد دوناتی در موردش بحث خواهم کرد، برای همین الان بهش نمی‌پردازم. مورد بعدی فرایند بازاندیشی درباره مؤسسات جهانی هست، جهت هماهنگی با نیازها که باید برقرار بشه، حدود ذهنیت حکمروایی، استفاده مجمع عمومی از تشریفات اجماع عام یا سکوت، حق وتو، نیروی داوطلب سازمان ملل، تقویت آرای کشورهای کوچک از جمله شکاکان. حالا در مورد یه سری از موارد این قسمت میل داشتم توضیحاتی رو بیان کنم، میدونم که از وقتی که داشتم فراتر رفتم، ولی اینها همه نیاز به یک سری توضیحات داره. خب اینجا تاکید شده، چالش ها رو در مورد صحبت داره میکنه و پیشنهادهای عملی ارائه میشه. بیان شده که یک سری امور میبایست بازاندیشی بشه، مثلا ذهنیت ما نسبت به حق دولت‌ها در حکمرانی باید تغییر کنه. این مشروعیتی که در ذهن ما هست در مورد حدود حکمرانی دولت‌ها، اینها رو ما در ذهنمون داریم دیگه، این باور رو، و به سبب همین باور هست که ما اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی رو تبدیل کردیم برای خودمون به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی. خب صحبت از این هست که این مرزهاش میبایست تغییر بکنه. این چالشی که اینجا بیان شده با مسئله ناسیونالیسم پیوند داره. آرام خان در سه جلسه گذشته این مسئله ناسیونالیسم رو که حقیقتاً یک مانع بزرگ پیش روی حکومت جهانی هست رو ابعاد مختلفش رو برای ما شکافتن و حقیقتاً مانع بزرگی هست. برای اینکه این ذهنیت تغییر پیدا کنه، تمام نهادهایی که کارشون تغییر فرهنگ و ذهنیت افراد هست باید به خدمت گرفته بشن. اصلا کاری ساده ای نیست، همونطور که آرام خان هم اشاره فرمودن. البته بخش امیدوار کننده به نظر بنده این هست که در مورد بخش امیدوار کننده در مورد گسترده شدن این مرزهای ذهنی ما این هست که این حس وفاداری خب ریشه زیست شناختی که در ما نداره، در ژن هامون نتونستن پیداش کنن در وجود انسان، جزء بخش طبیعی از روان ما انسان ها هم نیست. چون دایره توجه انسان که میلیون ها نفر رو به صورت طبیعی در خودش جای نمیده، ما با تعداد محدودی از انسان‌ها در زندگی روزانه خودمون سر و کار داریم. اما چی میشه که من با میلیون‌ها افراد ناشناس در داخل مرزهای کشوری که درش زندگی می‌کنم یک حس پیوند و وفاداری خاصی دارم؟ به نظر بنده که
این به من داده میشه، یعنی در وجود من به واسطه تاریخ، زبان مشترک، ادبیات، داستان، شعر، موسیقی، اینا تو وجود من تزریق میشه. خب حالا اگه میخوایم این مرزها رو گسترده تر بکنیم در اذهان مردم، چی کار باید بکنیم؟ از همه نهادها و ابزارهایی که تا به حال استفاده میکردیم استفاده بکنیم که ذهنیت افراد رو تغییر بدیم، داستانهامون رو جور دیگری بنویسیم، قهرمانهامون رو به شکل دیگری تصویر بکنیم، ستایشهامون رو نثار کسانی بکنیم که از این به بعد به کل جهان میاندیشن و در صدد پاک کردن و زدودن درد از جبین کل بشریت هستند. البته که این تغییر ذهنیت به این سادگی ها هم نیست، اما خب چاره ای جز این هم نیست. مشکلات ما، معضلات ما، دردهای ما الان جهانی هستند و ما نمیتونیم پاسخهای ملی به اونها بدیم. این مشکلات فقط تلاش ها، اقدامات و پاسخهای جهانی رو میطلبن. موارد زیادی تو این قسمت ذکر شده، من وقت ندارم که به همش بپردازم، ولی حالا مثلا در مورد این مشکلی که ذکر شده، این چالشی که هست در مورد حق وتو صحبت میکنم. فکر کنم جلسه اول صحبت کردم در مورد نسل‌کشی رواندا، داستان دیوید رو بیان کردم و اینکه این مسئله رو ذکر کردم که ما انسان‌ها با آمار و ارقام پیوند عاطفی و احساسی سخته که برقرار کنیم و بیایم عمل بکنیم. ما لازمه که بریم تو دل داستان‌ها تا عمق فاجعه رو درک کنیم، تا درد رو لمس کنیم، و به همین علت بود که داستان دیوید رو بیان کردم. امروز هم در مورد این مسئله وتو، مثالی که میخوام بیان بکنم در مورد دولت سودان هست و اقدامش بر علیه مردم دارفور. و علت اینکه این مثال رو انتخاب کردم این بود که خود من برخی از این آوارگان رو که از دارفور اومده بودن رو در ترکیه دیدم و با نگاه کردن به زندگی اونها، عمق دردی که اونها لمس کرده بودن، تجربه کردن رو لمس کردم و به همین دلیل هم هست که اونها رو انتخاب کردم. خب میدونیم همه ما که یک سری اقدامات کاملا بیرحمانه گسترده توسط دولت سودان علیه مردم دارفور شکل گرفت. از سال 2003 این شروع شد، 480 هزار نفر کشته شدن و 2 میلیون نفر آواره شدن. شورای امنیت، یعنی سازمانی که وظیفه داشت، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی رو داشت، نتونست قطعنامه ای رو برای اعمال تحریم تازه علیه دولت سودان وضع بکنه و یا کاری بکنه در جهت متوقف کردن نسل کشی. خب چرا؟ چون یکی از اعضای دائمی اون، یعنی دولت چین، برای تولید نفت با دولت سودان سرمایه گذاری کرده بود تا بتونه که نیاز خودش رو به انرژی تامین بکنه و تهدید کرد که هر گونه تحریمی که به منافعش لطمه بزنه اگر توسط سازمان ملل انجام بشه یا تصویب بشه وتو میکنه. اینها مشکلاتی هست که پیش روی سازمان ملل هست. من اینجا مسئله حق وتو ذکر شده بود. خب مورد بعدی اجرای سیاست‌های معین شناخته شده هست که تا به حال کارآمد بوده. ما باید روی این موفقیت‌ها تأکید بکنیم: صیانت اجتماعی عمومی، درآمد بنیادی، بهداشت و غیره، تقویت قانون بین الملل و سازوکار مسئولیت برای تشویق به قبول تعهدات. مسئله بعدی تشدید و تقویت آنچه که وجود دارد، مثل منشور سازمان ملل، حقوق بشر، دستور کار 20 که خیلی امروز در موردش صحبت کردیم، و منع گسترش سلاح‌های اتمی. ما باید روی اون دستاوردهایی که داریم تأکید بکنیم و تقویت بکنیم این چیزهایی رو که در دسترس داریم، این سندهای مدبرانه‌ای که تدوین شده و در جهت محقق کردن اهداف و ارزش‌هاش تلاش بکنیم. مورد بعدی معاهدات و مقررات جدید هست. حکومت جهانی
قانون شرکت‌های فناوری حقوق بشر در عصر دیجیتال. این مسئله خب گرچه در یک خط در این سند ذکر شده ولی به نظر بنده بسیار اهمیت داره. خب جلسه اول در موردش صحبت کردم که چطور حالا مثلا مسئله هوش مصنوعی میتونه بسیاری از چیزها رو تغییر بده، اصلا مفهوم دموکراسی، اقتصاد، شیوه وضع کردن مالیات، دیکتاتوری، حقوق بشر، استبداد، تبعیض‌ها، همه این چیزها رو هوش مصنوعی میتونه دستخوش تغییرات بسیار بسیار شگرفی بکنه. و خب با جناب مظفری قرار شده که چند برنامه رو در آینده یا در این ماه یا در ماه آینده در مورد همین مسئله داشته باشیم. برای همین الان دیگه بهش نمی پردازم ولی بریم به سلاید آخر. ممنون میشم آقای مظفری اگر بریم به سلاید آخر و در مورد اقتصاد دوناتی صحبت بکنیم. خب اینجا بسیار صحبت شده بود از مسائل زیست محیطی، نگرش جدید نسبت به اقتصاد و یه روی کرده یک نگاه دیگه به مسئله جی دی پی داشتن و مسئله فقر همه و اهداف سند 20 و این تاکید بر این مسئله که چطور ما باید این اهداف را عملی کنیم. خب در این جهت تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و مدل‌هایی پیشنهاد شده. یکی از این مدل‌ها که بنده باهاش آشنا هستم چون فردی که این مدل رو ارائه داده افتخار این رو داشتم که ملاقاتش بکنم، اقتصاد دوناتی هست که کیت راورس این مدل رو ارائه میده در کتاب خودش که به همین اقتصاد دوناتی معروف هست و من مختصرا بیان میکنم افکار و تفکراتش رو و چیزهایی که در این کتاب ارائه داده. خب کیت رابرتس از متفکران و اقتصاددانانی هست که پیش‌فرض‌های رویکردهای اقتصادی امروز رو به چالش می‌کشه. مدل جدیدی رو برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ارائه میده که به نظر بنده با بسیاری از ارزش‌های سند 20 و ارزش‌هایی که دیانت بهایی روی اون تاکید داره همسو هست. کیت رابرتس معتقده که اقتصادی که ما از قرن پیش به ارث بردیم به هیچ وجه ابزار لازم برای درک چالش‌های قرن 21 رو در اختیار ما نمیگذاره. شما نمودار تولید ناخالص داخلی جی دی پی رو در نظر بگیرید، اینجا هم ذکر شده بود. هدف همه سیاستگذاران این هست که این شاخص همیشه رو به جلو حرکت بکنه. هر نوع انحرافی از این بیشتر شدن و افزایش این جی دی پی بد شمرده میشه. به هر قیمتی این جی دی پی باید بالاتر باشه امسال نسبت به سال قبل. حالا مسئله ای که کیت رابرتس ذکر میکنه اینه که ولی وقتی ما دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که زمانی که چیزی به شکلی غیر قابل کنترل در درون یک موجود زنده سالم رشد میکنه، همون سیستمی که بهش بستگی داره رو از پا در میاره و از بین میبره. همون چیزی که ما در بدن انسان نام سرطان رو بر روی اون گذاشتیم. کیت میگه که هدف از فعالیت اقتصادی باید برآورده ساختن نیاز همگان باشه با استفاده از ابزارهای موجود در سیارمون و به جای اقتصادهایی که صرف نظر از رشد و ترقی انسانها تنها فقط میخوان به رشد خودشون ادامه بدن، ما به اقتصادهایی نیاز داریم که باعث شکوفایی ما بشن. بعد خب در مدلی که از اقتصاد دوناتی ترسیم میکنه اول میاد تعریف و تصویر انسان رو تغییر میده، چون انسان در این تصویری که ما از انسان داریم در مرکز فعالیت‌های اقتصادی و نگاه ما به اقتصاد قرار داره. کیت رابرتس میگه که ما باید به انسان‌ها یادآوری بکنیم که اونها چیزی بیش از کارگر و مصرف کننده و صاحب سرمایه هستن. مدلی که ارائه میده همونطور که تو این تصویرم میبینیم از دو تا حلقه تشکیل شده. اسم این مدل رو هم چند باری ذکر کردم، اقتصاد دوناتی گذاشته. حلقه درونی دونات نشون دهنده
مقدار کافی از منابعی هست که ما برای زندگی خوب به اون نیاز داریم. خب این مسئله تاریخی هست، با توجه به زمان تغییر میکنه، اما خب چیزهایی که در قرن 21 مورد توافق جهانی هست، منابعی مثل غذا، آب سالم، مسکن، بهداشت و درمان، انرژی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دموکراسی هست. هر کسی درون این حلقه، یعنی در وسط دایره دونات زندگی میکنه، در محرومیت به سر میبره. حلقه بیرونی دونات محدودیت‌های زیست محیطی زمین رو شامل میشه، همون مواردی که در اسلاید پیش بود، که در اون سوی اون ما یک سری سطوح خطرناکی از تغییرات اقلیمی رو داریم، فرسودگی لایه اوزون، آلودگی آب، نابودی گونه‌های مختلفی که داریم همین الان به جهان تحمیل می‌کنیم. البته کیت راورس به نظر بنده اون نظم خودجوش بازار و اهمیت آزادی‌های فردی در خلاقیت و نوآوری‌های اقتصادی رو هم بهش توجه داشته، مواردی که آدام اسمیت ذکر میکنه، هایک بسیار به اون میپردازه و اینجاست که ذکر میکنه که محوطه بین این دو حلقه، یعنی خود دونات، محوطه امن انسان‌ها در اون محیط آزاد هستن که دست به خلاقیت بزنن، دست به رشد و شکوفایی استعدادهاشون بزنن. هدف اقتصادها باید کمک کردن به ما باشه برای وارد شدن و موندن در این فضای دوناتی. این مدل علاوه بر این که خب یک جهانی بهتر رو برای ما تصویر میکنه و توصیف میکنه، به ما امکان این رو هم میده که وضعیت کنونی خودمون رو تحلیل کنیم. تمام این موارد در کتاب خودش با جزئیات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با آمار و ارقام، و خب با توجه به این چیزی که در این تصویر هم میبینین، ما اکنون از هر دو تا خط تجاوز کردیم. در حال حاضر میلیون ها انسان هستن که همچنان در دایره میانی زندگی میکنن و مرزهای بیرونی رو هم که در چندین نقطه ما نقض کردیم، باید تلاش کنیم که بیایم و در این فضای امن و در این محیط دوناتی زندگی کنیم. خیلی فراتر از وقتم رفتم، شرمنده. تمام کنم با عباراتی که در قرن 17 توسط شاعر انگلیسی جان دان به رشته تحریر در اومده. جان دان میگه هیچ کس جزیره نیست، یک سر باخیش و درخیش. هر کس بخشی از قاره است، پاره ای از دریا. مرگ هر کس چیزی از من میکاهد، چرا که من در آمیخته با بشریتم. پس نپرس که ناقوس برای که به صدا در می آید، برای تو. ممنونم از توجهتون، جانتون خوش.